امکان دیگری که SPSS واسه شما فراهم آورده، میتونید که سلولهای جدول رو دوباره ویرایش کنید. اگه یادتون باشه قبلا ما جداول برای جدول که دابل کلیک میکردیم میتونستیم کاری بسیار زیادی رو انجام بدیم. یکی از کارهای این بود که این راست کلیک کنیم به قسمت تیبل لوک بریم، اگه یادتون باشه که اونجا جداول آکادمیک بود. وقتی شما مقاله چیزی میخواد بنویسید گفتیم آکادمیک قرار بدید. خب حالا امکانات دیگه فراهم آورده در مورد سلول هاست. حتما سلول ها رو که شما برای اون راست کلیک کنید به قسمت سل پراپرتیز برید، خب خصوصیت مربوط به حتما سلول ها رو میتونید عوض کنید. سلول ها رو میتونید در سه فرمت، اولی فونت اند بک گراوند، فرمت ولیو و الیگمنت تغییر بدید، که قسمت اول همونجوری که از مشخصه مربوط به فونت هست و بک گراوند. خب اینجا ما میتونیم فونت اون سلول عوض کنیم، در حالت بولد، ایتالیک یا نرمال قرار بدیم و میتونیم اندازه فونت رو تغییر بدیم، یا میتونیم رنگ کنیم. یکی مربوط به تکست، اون تکست رو میتونیم رنگ کنیم. یکی مربوط به بک گراوند که بک گراوند اون تکست رو میتونیم تغییر بدید. خب اگه دقت کنید اینجا تکست رو من به رنگ دیگه تغییر دادم، بک گراوند رو به رنگ دیگه تغییر دادم، و اگر بر روی اپلای کلیک کنید خب تغییرات اعمال میشه و پنجره کماکان هست. ولی اگه برای اوکی کلیک کنیم پنجره بسته میشه. من برای اپلای کلیک میکنم، الان دیدید که این سلول خب فونتش عوض شد، رنگش عوض شد، تکستش عوض شد. این از امکانات خوب نرم افزار SPSS که شما میتونید استفاده کنید. پس برای هر سلولی که راست کلیک کنید، هر سلولی که انتخاب کنید میتونید راست کلیک کنید، به قسمت سل پراپرتیز برید و بعد اونجا رنگ و فونت و بقیه داستانام چیکار کنید به دلخواه خودتون عوض کنید.